بفرمایید. سلام خانم. سلام. خونه ی اسد مرتضی اینجاست؟ آره، همینجاست. چی کار داری؟ خانم میشه بیام تو؟ والا خیلی خوب، بفرمایید. من اسمم مریم خانم جان. پرسون پرسون اینجا رو پیدا کردم. خب چی کار داری؟ اومدم از سید مرتضی خبر بگیرم. از مرتضی؟ چه خبری؟ از وقتی بار گوسفند برده دیگه بر نگشته. پس شما هم نمیدونین کجا؟ نه، موضوع چیه؟ الان چند وقته که منو ویل کرده و رفته. تو رو؟ نکنه مخت عیب کرده؟ نه خانم جون، من زنشم. اینم که تو شکممه بچه‌شه. برو برو، این مزخرفا رو واس من نگو. هر کسی میتونه بگه من زنشم. سید مرتضی کی و کجا زن گرفته که من خبر ندارم؟ خانم باور کنین من راست میگم. ببینین اینم قبالمه. نگاه کنین. زود باش، زود باش، جل پلاست جمع کن از اینجا برو بیرون. قبالمه، قبالمه. معلوم نیست کجا خاک به سری کردی؟ حالا میخوای ببندیش بریشه بچه من؟ برو بیرون، برو بیرون، ببینم، برو. به مرگ خودش اگه دروغ بگم؟ به مرگ خودت زنی که سلیته. هرچی گند و منده مال من دردمنده. حالا بفرضم که تو رو گرفته باشه، از کجا که بچه مال پسر من باشه؟ شما زنای اینجوری رو خدا باید بشناسه. تا با لنگ کفش نزدم تو سرت از اینجا برو بیرون. دیگه داغمو تازه نکن. بچه‌م از دستم رفت، زنی که پتیاره. یالا برو بیرون، یالا. این چیزا دیگه قدیمی شده، نمیتونی خودتو به ریش بچه من ببندی. سر کچلو عرقچین اونجای کج و کمرچین. اگه بازم این برا پیداد بشه هزار کلوف وارد میکنم. برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون، چه دیگه؟ برو بیرون. اینت میکنم. امیدوارم اسد مرتضی همونطور که منو گذاشتی و رفتی به حق فاطمه این زهرا جدت جزا بده. از لف لف سگ دریا نجستم که. برو بیرون. برای من باشه. معلوم نیست که خاک تو سری کردی، حالا میخوای ببندیش بریشه بچه من؟ شما زنای اینجوری رو خدا باید بشناسی. Thank you.
درد درد مندون دوا، حاجت حاجت مندون روا، از تصدق سر همه منم به مراد دلم برسم. یا علی یا علی یا علی یا علی. دیگه جونم به لبم رسیده. مگه چی شده فاتی جون؟ چی بگم واسید مصطفی؟ دیگه طاقتم تاق شده، هیچ جوری بابام راضی نمیشه. همه اینا زیر سر غلامه. وقتی میومدم اینجا چند نفر دنبالم بودن. شناختشون؟ آره، از آدمای غلام بودن. آنچه که قضیه منو تو تموم بشه چششونو در میارم. نه، تو نباید پاپه اونو بشی. ببین فاتی، نه تو اینقدر بچه‌ای که باقلوایی هست به جای شوهر قبول کنی، نه من جوجه امروزی هم که ندونم چی کار کنم. بی خیالش باش، اونی که میشینه پسر میزاد میدونه کیو بذار. بالاخره باز حسابا رو تصفیه کرد. بزن بریم. این یارو هم اینگار تا حالا آدم ندیده. بریم آقا، بریم. یعنی رفته زیاره؟ نه بابا، لابا رفته داخل به من. نه، انگار آقا مصطفی بهتر معجز میده. مصطفی گل صورت؟ نه با ولش کن، قاطی پا من بریا. حالا چی کار کنم؟ کاریت نباشه، تو برو خونه. طرف رفت، رفت. خب، انگار زیادم ناشی نیستی ها. اگه دونو خود صبر داشته باشی، بهت میگم یه مماز چقدر کمه. باش! واسه دست مرد حرومه، چه ناساته؟ خونش به هم میاد. چی بانه نداره؟ ببند پسر، جوونی نکن. شما کی هستی؟ یه بند خدا. ببخشینا، اسم تو چیه؟ به هم بگو سید. شالتو چی کار کنم؟ شالمو؟ اگه تونستی برام بیار. کجا؟ بگرد پیدا میکنی. بیان شلو، بیان شلو باشم. یکی یکی. به همه میرسه. بیا چلو، بیا چلو بابا جان. هلا رو بیکی، بیا چلو. قربون شما، خورشون بره، خورشون بره. بده من، بده من. برو خورشون بره. بچه چون تو هم اینجایی بده من بوجود. بده من قربونش برم. برو خورشون بره. عزت، واسه بچه خورش بریز. بده من، بده من. خیلی خورشون بره، خورشون بره.
برو با خورش اون بره بدشمن بدشمن حسد واسه ملت خورش بریز بخورن و دعا کنن بده من بده من میرسه نصری هیچ وقت کس نمیاد بخی نباش بچه بدشمن بده من آها خیلی خواب بدشمن برو با خورش اون بره خورش اون بره بیرم شما میبخشی خود کمه ها آخه نصریه بفرمی بفرمی بفرمایی نه مال شما خورشون براتونم خورشون براتونم برین اون بر بیانی این مال شما کمه بفرمایی این هم یکی دیگه بفرمین اون بر سلام سید سلام به روی ماه نشست بپو کنار جماعت منتظرم اومدم باهات حرف بزنم میخوای حرف بزنی؟ عزت مردم را بنداز بیا این بار بینم بیا این بار بینم چی میخوای بکی؟ آقای اونم تو چشم موضوع چیه؟ میخواستم بگم تو این محل آدم با اعتباری هستی خودتو ضایع نکن خب که چی؟ شنفتم جلوی امامزاده پاپه یه بچه ها شدی پس اونا پرقیچی های تو بودن تا تو این معامله بکش بیرون بی خودی خودتو قاطی نکن دهنت میچاد تو خیال کردی من کیه امیرزا قشمشم هر کی هستی باش باش خودت هستی یالا پاشنه ها رو بکشین و بزنین به چاک سید ما با هم نون و نمک خوردیم نذار بزنیم به تیپا اینجای بابا یه آدم دروغگو من چه نون و نمکی با تو خوردم مرد شما خیال میکنین با کی طرفی من لغممو تو تاریکی میخورم اما منت لوتی های گنگ و ترم مرترم نمیکشم لیچار بگو سایی لیچار میشنفی یالا بزنیم چاک از نمیده کلفز کنیم خفه خون بگیر تو رسته که همی شاده اصلا هر سال تزدیم که یه وقتی آدم یه چیزی دفته شکنم سرش رو خوبه جا آره 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 برو برو ناکستانه خوردمت برو نورو چی این چیه دستت گرفتی پسر؟ بسا با این ده بیست داره لطفان کردم خیلی به خواهی تو لوس نکن برو مینام ریچشم بسا ملت دیگم بخوشو مردشتم بردن با ناز و شسته اره ناز شستم انگار موت آتیش زدم حلال ساده اومدم شالتو بهت پس بدم بفرمی دادم بیمیم شستتش اچاره ای نبود خب قضیه چی بود؟ چیزی نبود تو بی خود خودتو قاطی کرد هم از گله داره؟ نه نداره خب موضوع اون دختره چیه ها؟ از تو هم میدونی؟ ای کم و بیش موش به همبونه کاری نداره همبونه خودش کرد کرد میکنه هرچی ما کمتر پاپه غلام میشیم اون بیشتر موی دماغمون میشه
میدونی چیه؟ اینا از نمد مالی فقط پف نمشو بلدن، دمپرشون نرو. بالاخره بازی اشکنک داره. عشق و بازیگری دوتاست، اگه چش دونو گرفته برو دنبال چش، اما اگه مرد عشق نیستی برو گرد و بازی کن. میخوای آبروی چندین ساله منو ببری؟ آخه مگه من چیکار کردم بابا جون؟ چیکار کردی؟ در چیسته؟ دیگه میخواستی چیکار بکنی؟ همین هم مونده بود که اسمم سر جوانا بیفته. آخه واسه چی؟ مگه چی شده؟ چی شده؟ پدر نامرد، تو فکر آبروی منو نمی کنی؟ با یه نرخر قرار مدار میذاری میری امام زده؟ تو فرمی رود بیاد؟ حالا من جواب آقادامو چی بدم؟ اون واسه تو آقاست، من چه مربوطه که اون از تو طلب کاری؟ من چی کار کنم؟ خفه خون بگیر، چش سفید، این غلط ها دیگه به تو نیمده. حیا رو خورده و آبرو رو خورد داده. باشه یه کوفنی یه چیزی بیار، با این زهر ماری بریزم رو جگرم. بیا آقا جون، اینقدر خودتو اذیت نده، آخه من که غیر از تو کسی رو ندارم. لابد واسه همینه که هیتن منو میلرزونی. آخه آقا جون به خدا تقصیر من نیست، آخه من نمیتونم با اون زندگی کنم. چرا فکر منو نمی کنی؟ اگه زیر بار نری فاتحه من خونده است، خیال میکنی من خودم راضیم؟ تو اون خودم رو میکشه، بیرونم مردم. اون پسر اگه خیلی مرده بیا جواب کن. یه روزی قلبا رو نزدیک میکنه، یا میشینه مثل دیوار بین ما. هر یه روز زندگی حکایت حکایت التهاب و استراب و وحشت. تشنه برگشتن و عمری زهر تنهایی چشیدم. هر یه روز زندگی حکایت حکایت التهاب و استراب و وحشت. یا میشینه مثل دیوار بین ما. هر یه روز زندگی حکایت حکایت التهاب و استراب و وحشت. بود
این چی خواست بکشه بیرون دستش گیشتر اما اوزا شکرم آشان خوبه سوسیجم نوکرم های افتی هی میگم این داره رو نداری سر را بازم میذارم خیلی خوب تو ببر بذار سر جاش بالا آقا مصطفی از شما چه پنهون این داش عزت ما یه خود بفهمی نفهمی خوله الله اکبر دفتری بزرگیه همش مال خودته ما توی یه رنگی چیزی از خودمون نداریم ای والا ما که سرسپردتی پیرشی زیر سایه شما زیر سایه مولا ما سایه کی باشی من که دیگه کفتر جردت شدم سیه خب دیگه دله که دل میکشه زنبه که نیست گل بکشه ات اصداد اصداد چیه بابا چیه اصداد خوله چیه باز نام و فامیله منو صدا کردی باشای پسر مگه زهو سر خشت نشوندی خب کار دارم اون سر بیکار که نیستم بابا به شما بگو دو چه بیارن دفتر رو چشمم انگار گله شد چه رو پار کرده ای داد میزنم بفرما نمیشه والا نمیشه بلا نمیشه انقدر آتیش زبون نباش مرد شدی عین شتر مرغ نه بار میبری نه میپری چی کار کنم آقالام من که نباید با تو زندگی کنم اون باید راضی باشه خب نمیخواد دیگه نمیخواد مگه دست اونه نکنه پای سیدم در میونه سید کیه خودتو به کوچه علی کپ نزن شطور سواری که دلا دلا نمیشه از قول من بهش بگو من از میدون در نمیرم تالام اگه کوتا اومدم باز خاطر جدش بوده من که نمیدونم تو از کی حرف میزنی خوبم میدونی حواست جفت و جور باشه من دیگه صبر نمی کنم تا فردا وقت داری تمومش کنی وگه نه من همه پولمو میخوام اما آخه من از کجا بیارم چیک چیک مستونت بود فکر زمستونت نبود نمیدونم چی پا گیت شدم هیچی گاوبمون زیده غلام پولشو میخواد میدونستم بالاخره کار به اینجا میکشه نمیدونم چرا هرچی سنگ مال پای لنگه مرگ مادر خدا بیامرزت کلی خرج دستم بزرگ بعدشم مریضی پشت مریضی بعدشم این زهرماری که هر روز باید تو جگرم بریزم دیگه عرصه به هم تنگ شده راست راستی که خرم به گل نشسته خدا بزرگه آقا جون شاید سرنوشت ما هم اینجوری باشه ببینم میگفت یه سیدی هم پاش وسطه اون کیه؟ منم درست نمیشناسمش اما اینطور که مصطفی میگفت یکی دو دفعه آدم های غلام و گوشمالی داده تو میدونی جای سید کجاست؟ نگاه نگاش کن چرا اینقدر میخوندی پسر؟ خیافو نگاری اصلا گرده شماگر خودت چی؟ حتی باشه از تو خوشه کردم آره اگه بشه بینم گفه این کرد فقط یه چرس کم داره حوادش توش پره آره توش پره؟ شرط میبادم نتونه تو آقت بیاره شرط چی؟ هرچی تو بکی پنج تا لیوان آب عویش که زیاد ضرر نکنی باشه باز بگو بیاره که نگرانم با بفرمایی دست همون بزنم رو سلی بفرمایی بزنیم رو میز بفرمایی ساکن جا به جاشم آها خب حالا
هر چی زور داری بزن، ولی مواظب باشی. خدا منو قربونت کنه انشالله، قربونه چشمونت کنه انشالله. کجا میری فلونی؟ ما سید کار داریم. آه، اول پاتو بزن تو دوا. این جورکی و این جورکی. اینجوری باریکلا. خب حالا با چی کار داری؟ آقا سید کار داره. چی کار داری؟ کارش دارم، میخوام ببینمش. بینیشو بریدن، باز به من بگی چی کارش داری. آقا جان آخه نمیشه، من با خودش کار دارم آقا. ها؟ از که تالا ما آقا شدیم خودمون خبر نداریم؟ آقا هستن یا نه؟ بله، هستن، اما باز به من بگی چی کارش داری. آخه من همه کارشم، باید بدونم چی کارش داری. یه کار خصوصی دارم آقا، باید خودشو ببینم. ها؟ پس کارت خصوصیه؟ بله. خب زودتر بگو، آخه کارای خصوصیش به من مربوط نیست. برو اونجا، بی پیش دست چپ، برو تو دفتر زیارت. خیلی آقایی. میدونم بابا، میدونم. بابا دستم خوشم. نه بابا، همچی پره پره هم نیست. سلام علیکم. من با آقا سید کار دارم. چی کار داری پدر؟ کنم اینطوری شده؟ نه، یه کار خصوصی دارم. انگار شما هم بگر میشوزی. آره، بابای فاتحیه. بفرمایید، بفرمایید، بشینین، بفرمایید، قدمتون رو چشم. خواهش میکنم، بفرمایید، راحت باشید، بفرمایید، بفرمایید. قربون محبت شما. خواهش. البته ببخشین که من مزاحم شدم. اختیار داریم پدر، چه مزاحمتی؟ بله. میبینین من بله، آقا مصطفی یه دقیقه بیرون باش ببینم آقا چی میخواد بگه. حالا دیگه ما نامحرم شدیم. بابا این حرفا چیه؟ 5 دقیقه بیرون باش، برو. خیلی خوب پدر، بفرمایید بشینید، بفرمایید، راحت باشید. خواهش میکنم. محبت. یالله. خب بنده در خدمت. ببینم، انگار تو هم نباید به کارهای خصوصی کار داشته باشی، ها؟ یعنی چی؟ آخه این یارو میگفت وسایت کار خصوصی داره. میگم که این یارو پیره مرده به من میگفت آقا. میگم تو نمیدونی چی کار داره، ها؟ حالا خب بابا. بله، به خاطر همین گرفتاری ها بود که تو این مدت در حدود 8,000 تومان بهش بدهکار شدم. حالا هم اومده با پولشو میخواد. پس اون آب و گلالود کرده که شاید بتونه ماهی بگیره. بله همینطور. قام به دلت را نده، بالاخره اونی که اون بالا نشسته بر حقه. پول مثل چرک دست میمونه، اما آبرو چیزیه که اگه از دست رفت دیگه رفته. خب دخترتونو میخواد؟ نه، هر وقت اسمشو میارم انگار قن عالمو جمع میکنن میذارن تو سینه این بچه. با خب اگه اینطوره دیگه برو خیالت راحت باشه، هر چوری که میخوای شوارش بده. اما غلام نمیذاره. مگه اون غیر از پولش چیز دیگه هم میخواد؟ باها بفرما، مثل سج بنداز جلوش. نه نه نمیخوام، یعنی من نمیتونم این پولو دوباره به شما پس بدم. والا کسی نمیخواد از شما پس بگیره. یعنی هیچ توقعی هم نداری؟ هیچ توقعی هم ندارم. حتی واسه آقا مصطفی؟ اون حسابش سباست، اگه راضی باشی بعدا خدمت میرسی. اگه پای شما وسط باشه
من رو چشمم میذارم. چشمت بی بلا باشه پدر، حالا هرچی زودتر برو به کارت برس. خدا عمر با عزت بفده. نوکرت تو مردم سر بلند میگرده. شما دیگه زحمت نه چه زحمتی بفرما پدر. خوش اومدی. تا باشه از این کارا باشه پدر. قربون شما برم، به سلامت. مشرف فرمودی. زد زیاد. مولا یارت. حالت خوب آقا مصطفی؟ به مرحمت شما، دست شما رو میبوسم. زنده باشی پسرم. خب خداحافظ. به امون خدا. خیر پیش. به سلامت. قضیه چی بود؟ پس تو چقدر کم طاقتی؟ فاتی طوری شده؟ نه بابا، اومده بود بگه که چیونو منو به لبم رسوندی؟ راحتم کن دیگه. الان راحتت میکنم بابا. حیباقا دلواپس این بود که چرا تو زودتر نمیری خواستگاری دخترش. یعنی و رضایت داره؟ خب معلومه. تو میری؟ جون تو بگه نوکرتم. خودم خودمت دارم. بلاخره آقا صفا موضوع چی بود؟ چه من میرم بیبی خبر کنم. دیگه همچی میکنم، من که با این شوخ خصوصی ندارم که بسر چون قضیه عشقه. هاگه به تن تو افتاده بود الانه اینهو بیده مجنون شروع میکردی به لرزیدم. اوه نمو که لرزیدم. چادر چاک چول کنه را بیا. کجا؟ خواستگاری این جانه. خواستگاری؟ آره. هی بابا چونم رزهت داده. آ خدا نوکرت هم. این کارا چیه میکنی مادر؟ مگه دیوونه شدی با تو هم؟ وای آخه یه استخاره ای چیزی. کار خیر که دیگه افتخاره لازم نداره نوکرت هم. مرگ من ننه دیگه موش دوش ندارم. ایفا من از خودم مادر جون. اما به این طرف ارزی که نمیشه، یه خورده صبر کن. خیلی ها بابا خیلی ها. چشم هرچی شما بگیم تا هر وقت که این صبر اطاعت بفرم. این هم یه خود صبر کافیه. تو حالا مطمئنی که جواب رد نمیدن؟ آره بابا سیه تحتیبش داده. سیه؟ آخه های باقا اومده بود گاب داری اما روش نشد به من بگه. سید انداخت وسط و گفت زودتر قال قضیه رو بکنی. الحمدلله مادر جون، تو هم به مراد دلت رسیدی. آره آره. آخه ایشالله پای هم پیر و شاد شی. قربونت برم بیبی چون. به خدا من هر چی دارم آن از تو دارم. اونم که بیاد کنیز خودته. خدا نکنه مادر جون. شما هر دوتون نور چشم منی، هر دوتون قوت قلبمی. ای کاش بابای بیاتفتم بود و این موقع رو میدید. دیگه قرار نشد اسم اونو بیاری. تو خودت هم واسه من بابا بودی هم ننه. الحق که سیدم در حق ما پدری کرد. سلام علیکم. چاکران. قربان تو، قربان تو. به کارتون برسیم. چاکران، قربان شما. مخلصم. سلام علیکم استاد. سلام، صبح بخیر. قربان شما. استاد چند نفر تو دفتر نشستن با شما کار دارن؟ چی کار دارن؟ والا نمیدونم، میگن کار خصوصی داره. نمیشناسیشون؟ چرا میشناسنشون، غلام و دو سه نفر دیگه. با پس چرا روشون دادی تو؟ خب گفت کار خصوصی داریم. پاشونم تو دوا زدن اومدن. اینا اگه شیرجان برن تو دوا پاش نمیشن. نمیشن بازم خیلی کردم که چون از دخوتهانه در بیا. چی گفته یه مش عوضی سر خود بیان تو؟ کوتاوی از سید، اومدم با حرف بزنم. حرف بی حرف، ما حرفامونو زدیم یالا. بزنی به چاک، بیرون. من نمیذارم دختر مفت از چنگم در بره. برو اون برای اینکت آخ نکن. عروای بابات عشق تو با پست سفارشی از ملکوت واسد میفرستم. بم کنار سید، دوست دارم
تو لوتی گیری از خط این کار بری بیرون. اگه تو سر تا سر این آب و خاک که اسمش ایرونه ها یه لوتی پیدا بشه اونم توی چون احمق ببن پکه تو پشو ایش بیره بوده بزن بزنه بیا چلو سابره ایک چای کنه این تو چه خبره؟ نمیدونم یه موضوع خصوصیه که آی بگیر چیه؟ آی افتادی؟ بچون بزن بزن دیگه بی خودی میگه سرکار من زدمش همینه؟ چه میتونم لابد همینه که میگدی که خیلی خب میتونی را بری؟ بفرمایید بریم کلاس سرکار تو منه برسون بیمارستان سینا سرکار نمیرم صاحب کن ببینم سرکار اینو کجه داری میبریش؟ شما دخالت نکن آقا سید بفرمایید بریم سرکار بریم تو که این کارو نکردی واسه چی میگی من زدمش؟ سرکار بریم من الان میمیرم بابا جون اول منو برسون بیمارستان سینا سرکار این خود بیجهات خودش انداخت تو حچه آخه واسه چی؟ حالا نمیدونم غلط نکنم نقشه ای تو کاره بچون قباله ها رد تو صندوق قرار باز دست به کار بشیم بچون رو چشم اوستان شاکرت ما قلم آقایی حالا یه ماهی واسه آخونک بخوره تا دیگه کرکری نخوره من نفهمیدم چطور یهو بالای سید در اومد نمیدونم یهو گفت من زدم سرکار سرکارم گفت پس حالا که تو زدی بفرما بریم خلاصه اون رفت تو هل افتونی ما هم اینجا خدمت شمایی آدم ها تو زندگی چه برنگی ها دارن واسه این روزه ها چه برابی ها دارن آخه بابا چقدر کلم چقدر بره و چقدر ریا نمی کنن حیاتی که به بنده این هر خدا آخه بابا چقدر کلم چقدر بره چقدر ریا نمی کنن حیاتی که به بنده این هر خدا ای بوش مرشدت کجا رفت؟ انگار قدم ما شعور بود اختیار داری؟ شعور قدم دشمنته؟ سید، سید من شکمم بخیه دارم دست من بزنی بخیش میتره که آن جلو نگاه جلو نگاه باش تاهایی کی تو رو باشا بزن؟ به امام غریب کنم کی تو رو باشا بزن؟ بزن! کی
کی بود؟ کی بود؟ مصطفا، یعنی آقا مصطفا. من خودم خودم رو زدم. نالوتی چرا؟ چرا این کارو کردی؟ اون گفت بلام گفت میخواست کلک دستشو بده. اخمنا بسم الله باید شهادت بدی بیپنی؟ باشه شهادت میدم. بس به چوم را میافت را میافت من میدونم که تو اونو نزدی اما باز چی گفتی من زدم؟ باز خطر شما. آخه نمیتونستم ببینم شما این تو باشی. تو که میدونستی من اهل تیغ نیستم. آره اما تا میومدی ثابت کنی کلی طول میکشی. تو با این کارت منو شرمنده کردی. اما زیاد ناراحت نباش، حسن شهادت داده که نفهمیده کی اونو زده. خودم قواله میذارم و میارمت بیرون. خوبه؟ غصه‌شو نخور. نه چه غصه ای؟ غصه ای نه. وقتی شما باشی من هیچ با کیم نیست. قربون تو. خب دیگه من میرم ببینم چیز میزی لازم نداری؟ قربون شما. نه سلامت باشی. باری گوش کن، وقتی اومدی بیرون یادت باشه 5 تا آب هویج به من بده کاریا. باشه. قربانم. بیبی من اینجا مصطفا. الهی خوربون شکل ماهت برم مادر، تو چرا باید پشت میله ها باشی؟ سلام بیبی. سلام پسر جون. ببینم چرا اومدی اینجا؟ چرا نیام؟ خدا لعنتشون کنه که این پاپوشا رو واسه تو درست میکنن. آخه مادر جون چرا پاپی اینجور رفقا میشی مادر؟ خوبه؟ تو ناسلامتی دومادید در پیشه، نباید اینجور جاها بیای. بس دیگه بیبی. خب کاریه که شده چی کار میشه کرد؟ سید قول داده که امروز فردا بیارتم بیرون. این مردشورشو ببرن، ایشالا رو تخت مردشور خونه ببیننش. چی داری میگی؟ با کی هستی؟ با همون چه میدونم جد کمر زده سید. بیبی اگه یه دفعه دیگه به اون بی حرمتی کنی هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ده آخه همین کارا رو کردی که افتادی زندون. ده همین آدمای ناباب تو رو آوردن کشوندن به اینجاها. تو که نمیدونی چرا بی خودی فتوا میدی. این موضوع به سید ربطی نداره. حالا یا داره یا نداره. مادر جون آدم باید پاشو اندازه گلیمش دراز کنه. شلوار آدم یه لاغبا رو هزار جور وصله میشه بهش زد. اون وقت آدم جواب مردم رو چی بده؟ آدم رو سکه یه پول میکنن. هم مردم غلط میکنن. تو هم بی خودی اینجوری تو مردم وای نسا. رو تو بپوشون. برو خونه دیگه اینجا نیا. بهت قول میدم که زود بیام بیام. اگرم چیزی لازم داشتی برو گافداری از سید بگیر. هیچ وقت. همینم مونده که برم پیش آقا سید و کیسه یه گدایی پهن کنم. خداحافظ. تمیز کن که حیوان ها مریض نشن. کثیفه. خدا شانس بده. از اول عمرم تا حالا یه نفر رو نداشتم که غم رو بخوره. بارت که تموم شد آب بنداز تو باغچه ها. خوش شده.
اونم تو چشم. بیا اوسته جون بکش، حالت چی همیه؟ دست درد نکنه. سر شما درد نکنه اوسته جون. چه صدای خوبی داره اوسته. اوستا چیه؟ میگم اوستا یه فکری واسه خودت بکن بابا. چه فکری؟ خب دیگه آخه شما همه چی داری، خونه، گاو داری، پول، خب یه نفرم باز شما رو زفت و رفت داد کنه دیگه. چیه پسر جون؟ خسته شدی؟ نه اوستا خسته نشدم، اما میدونی من خیلی وقت پلو شما، میدونم چه موقعهایی سرحالی، چه موقعهایی دمقی. امروز انگاری خیلی دمقی، درسته یا نه اوستا جون؟ ها؟ نه بابا چیزی نیست، فقط یه خود واسه مصطفی ناراحتم. وقتی اون نیست احساس دلتنگی میکنم. مصطفی خیلی با محبته. خب عوض شما هم خیلی بهش میرسیم. همچین که از زندون بیاد بیرون یک عروسی واسهش میگیرم که اسمی باشه، جوری که همه جوانای محل حسرتشو بخورم. اینشالله در میزنه. بلند شو ببین کیه. میبینم کیه. هله با چی کار دارین؟ آقا سید هستن. چی کارشون دارین؟ کارشون دارم. خب به من بگین خانم. آخه نمیشه، یه کار خصوصی باشون دارم. چقدر دوستان کار خصوصی دارن. خیلی خب بیاتون بفرمایین. بفرمایین. اوزا نه ببین چی کارت داره اوزا جون. این خانومه. سلام آقا سید. سلام دختر جون، کاری داشتی؟ آقا جونم سلام رسوندن، گفتن خیلی منتظر شدیم. پس چی شد؟ خیلی معذرت میخوام اما ده چرا محبسر برو شربت بیار تو چشم. خیلی ممنون، زحمت نکشید. والا از قول ما به پدرتون سلام برسونین و بگین یک گرفتاری کوچیکی پیش اومده که امروز فردا دیگه رفت میشه، ایشالا خدمتتون میرسیم. آقا سید راسته که مصطفی افتاده زندون؟ بله درست. اما خیلی زود میاد بیرون، اون کاری نکرده که مستحق زندون باشه. پس بگو واسه همینی که غلام دوباره دوم در فرده. قامت نباشه دختر جون، خاطر جمع همه یه کارا درست میشه. آقا جونم گفتن اگه زود دست به کار نشیم ممکنه غلام باعث درد سر بشه. نه دختر جون، اون نمیتونه باعث درد سر بشه. از قول من به کلبیب سلام برسون و بگو که ما رو قولمون هستیم، همین امروز بعد از ظهر با والدا صفا خدمت میرسیم. مطمئنه؟ آره دختر جون مطمئنن مطمئنن. بح شربتی هم بفرمان گلتون رو تازه کنم. نه نمیخورم، باید زودتر برم. یه لیوان شربت که وقتی نمیگیره. بله نه دیگه دیره. خب خدافظ آقا سید. به امون خدا، خوش اومدی. یه ساعت رفتیم شربت رو بردیم، اوستا شربت میخوری شیری؟ نه خودت بخور. آقای زد بفرمایید. نه قلوش ما صرف شده. چرا تعارف میکنی بابا؟ تعارف نمی کنم، آخه میدونم شیری نیست چون ما همین دست دارد شده. سلام علیکم سید، چکرم. سلام خانم.
مریم بزرگیم تو مارو میخوام باید حرف بزنم کاری دارم مریم 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 برو از خونه من برو بیرون میفهمم آخه تو چرا اینجوری شدی زن از اینجا برو اصلا نمیخوام ببینمت آخه چرا چرا تو روت میشه دیگه تو چشای من نگاه کنی این چه حرفیه میزنی این همه سال دنبالت گشتم حالا تو یه چیزی هم از من طلب کنی آره طلب کارم جوونی مو ازت طلب کارم همه در به دریایی که کشیدم ازت طلب کارم ای بپاکی شانس که ما را انداختی تو بومبست آخه چرا گذاشتی رفتی گمونم یادت رفتی یه زن جوون بی خرجی چی کار میتونستم بکنم من مریض خونه بودم با ماشین رفتم تو دره نزدیک بود بمیرم به مرگ خودت راست میگم مریم چشمم به در خوش شد در این قضیه ختمی اومد پرسون پرسون رفتم خونه مادرت اما اونم رام ندون ای بهش التماس کردم قبالم و نشونش دادم ولی به این بهتون زد اون تحصیلی نداشت من بهش نگفته بودم من خیال داشتم بعد از سفر روشنش کنم حالا دیگه همه چی تموم شده آرزو میکردم یه دفعه دیگه هم که شده دوباره تو رو ببینم تو رو توف بندازم اما این کارو نمی کنم مریم برو از اینجا برو برو تا بازم تو حسرت دیدنت بمونم مریم این حرفو نزن من 20 سال با امید زندگی کردم و واسه اینکه شاید تو بچه‌مو پیدا کنم اینو از من نگیر مریم نمیتونم نمیتونم پای مصطفی وسطه اگه تو رو بشناسه نمیدونم چی پیش بیاد مصطفی یعنی پس اون پسر منه اونش با من زن اونش با من نه اون از باباش دل خوشی نداره کوچه که بود چیزی نمیفهمید اما وقتی بزرگتر شد فهمید که تو چه ظلمی به ما کردی زمان همه چی رو عوض میکنه بالاخره اونم میفهمه که باباش تقصیری نداشته خواب و بیداری فکر دیوانم میکرد مریم چطور شد که اومدی اینجا؟ اتفاق دیگه میفته میخواستم با واردا مصطفی برم خواستگاری خواستگاری؟ آره آخه قرار مصطفی وقتی میاد بیرون لباس دومادشو بپوشه پس اون سیدی که مصطفی میگفت تو بودی؟ لابود خدای من چقدر نفرینت کردم چقدر فوشت دادم ریبی نداری خدای من چی میشنفم یعنی تو میخوای واسه مصطفی عروسی بگیری؟ آره شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست به شرط اون که پسر را پدر کند سر جدت راست میگی؟ حامدون دوره چرتش نزدیکه را بیو بری بیا یه دقیقه صبر کن چی شده؟ باید به من قول بدی چه قولی؟ باید به جدت قسم بخوری؟ به جدم قسم هر چی که باشه قبول میکنم حالا بگو موضوع چی؟ قول بده که تا بعد از عروسی از این بابت به مصطفی حرفی نزنی چرا؟ اون وقت ممکنه عروسی سر نگیره ممکنه مصطفی بذاره بره
خب باشه، بهت قول میدم. خیلی خوب، حالا هر جا که بخوای باهات میام. این که چیزی نبود قربونت برم، تا اگه چونو من میخواستی بهت میدادم، راست راستی میدادم. بسورت دبرت پسر، من تا حالا چقدر جوره تو رو کشیدم؟ خیلی. سر دعوای شیره کشونه کی بود جوره تو خرید؟ شما بودین. کی بود مش مش پوک پوک بهت میداد؟ شما آقلم. کی کفاش خونه رو بسبت رو برا تا؟ شما آقلم. نماد، پس چرا رفتی وسایت دادی؟ آخه چی کار میتونستم بکنم؟ خاک بر سرت کنم، چم چاره مرگ کن. بی عرض منو بگو که خیال میکنم توی بی عرض جیگردار شدی. آقلام، از این به بعد هر کاری بخوای واسهتون میکنم. لازم نکرده، دیگه تو رو میخوام زنگوله پا تابوت هم کنم. آقلام، 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 سلام علیکم. سلام علیکم. چکرم، نکرم. ریچ ها نگو به من دهن تو. به جون شما خودم دیدم، به جون شما. اگه تو بمیری؟ میگم جون شما. یعنی با والده آقا مصطفی؟ آره آقانون، خودم دیدم با چشای خودم. آره. نوزه تو بدم. خدایا شکرت، بالاخره به آرزوم رسیدم. حالا دیگه بچه‌ام تو خونه باباش دوماد میشه. وقتی عروسی مصطفی تموم شد، همه گی میریم پابوس حضرت. یادته تو خراسون موقعی که میخواستی منو بگیری؟ یادته؟ آره، آره. من همیشه وقتی تو میخواستی بری سفر گریه میکردم و سرمو میذاشتم رو شونه ها. اون وقت تو هم رو تو بس اشکامو پاک میکردی و میگفتی الهی مرتضا کور بشه و عشقای تو رو نبینه. خارشم حاضرم چونم رو بدم، اما خاری به پای تو نبینه. اوزا، اوزا چیه؟ مگه ساق تو با بوق همون برداشتن پسر؟ ایچی، میخواستم ببینی اینجوری خوبه. اوزا چیه؟ میگم، مطربم خبر میکنی؟ خب معلومه عروسی با ساز زرد داشته باشه دیگه. نه آره، ساز زرد خیلی خوبه. من خیلی دوست دارم اوسا. میدونی اوسا، میخوام تو عروسی خودم هم ساز و زرد بذارم اوسا جونه. بچون کارتو بکن. کی گفته که تو حالا زن بکری؟ من کمه، خوشگل نیستم که هستم، جوون نیستم که هستم، پول پیدا کن نیستم که هستم. برو پسر، حالا وقتی این حرفا نیست، برو کارو تو بکن. خب بابا برو. اصلا باست بگم والله آقا مصطفی یه دستی واسم بالا کنه. بذار خدا آقا مصطفی بیاد، انشالله میگردیم یکی واسه پیدا میکنیم. قربونه شما. خیلی خب، حالا به کارت برس، یه وقت میافتی عروس. اگر چشم شوری داره. پیکر من میخندی. خبریه؟ همه شو خودم درست کردم، ریسته یا پنجه یا همه شو. نه تم همینو میگفت. گفتم چی گفتی؟ خب آسد مصطفی خوش اومدی، با اجازت ما قبلا همه چیز رو برا کردیم. موضوع چیه؟
موضوع قضیه عروسی تو فاتیه دیگه. ما که هنوز تموم شد. یعنی که یعنی مادر شما با اوسا رفتن کارو تموم کردن رفتن. یعنی میخواییم بگیم که اینا مال عروسی منه؟ آره پسر جون، پس میخواستیم موضوع کی باشه؟ من که باورم نمیشه. آخه یه آرام چقدر میتونه خوب باشه؟ این حرفا چیه؟ من که کاری نکردم، وظیفمه. با وجود آدمای خوبی مثل شما نمیدونم چرا باز یه بابای نالوتی نصیب من بشه. حالی تو که چی میشد اگه بابای منم اینجا بود و این وضعه؟ این حرفو نزن، فرض کن که منم باباتم. نه، بابام یه نامرده، بابا نیست. اگه ببینمش یه تخت و صورتش میده تو من. نه، من هیچ وقت از تو بدم نمیاد. تو سوی چشم منی. بذار دستت مونش کنم سهی. نه پسر، این کارا چیه؟ من که بچه ای. به خدا اگه یه نوکر داشته باشی اونم منم. آقایی من تو رو خیلی دوست دارم پسر. آقا مصطفی منم تو رو خیلی دوست دارم. گوگوری مگوری خوب دیگه، بهتره بری یه سری به مادرت بزنی چشم براته. آره با اجازه میرم، بعد میام خدمتتون. نه بهتره یه خود پیشش باشی، آقا هرچی باشه مادره دلتنگی میکنه. رو چشم، هرچی شما بگی با اجازه. خیر پیش، به سلامت. آقا مصطفی میخوام تو عروسی تنگ تمام بذارم. چنون تنگی بذارم که هفته عمله نتونه بلند. بشین بابا. کجا؟ از که ترا رای خونه سید مرتضا رو یاد گرفتی؟ برو گم شو. این چند روز که مصطفی نبود انگار وقت و غنیمت شمردی. خفه میشی یا نه؟ بالاخره یه روز ماسخارت رو میگیرم. وقتی شما فکر میکنی مصطفی؟ من دارم میخواد فکر کنم. سلام آسد مرتضی. سلام علیک. سلام علیکم. سلام. چرا اومد اینجا؟ دیدم مصطفی نیومد، دلم شور افتاد. ای بابا، اما الان دیگه باز رسته باشه خونه. یه خود طاقت می آوردی، لابد به رفقاش برخورده. خب دیگه دل تنگی کردم. با من کار نداری، من برم. میخوای بری گفتاری؟ آره دیگه. برو جونم، به امان خدا. خدافظ جونم. امان از دست این مردم. چی شده؟ نمیدونم. تا چوش میکنی همه اهل محل با خبر میشن. واسه چی؟ چی رو با خبر میشن؟ خب دیگه میبینن من اینجا میام و میرم، پیش خودشون یه حسابایی میکنن. مردم تو ددر تو دورشون میخندن. در دهن مردمو که نمیشه بست. سختیش یه روز دیگه است، بعد همه چی درست میشه. میخوام ببینم مصطفی وقتی قضیه رو بفهمه چی کار میکنه. بیبی چون کجایی؟ بیبی بیبی کی اومده؟ بیبی؟ کجایی بیبی؟ بی خود دنبالش نگرد، کسی خونه نیست. انگاره یه چیزی میشه. ببین غلام، تو یه دفعه تونستی با اون پرقیچیات یه غلطی بکنی، اما اگه این دفعه خیالی داشته باشی نفستو میگیرم. جوش نزن آقا مصطفی. خیلی خوب اگه دلت میخواد که ما لال شیم باشه، فعلا الله حب سنگ تروب حب حب حب. اما اگه ما دهنمونو ببندیم گوشامون همه چیزو میشنفه، چشامون هم همه چیزو میبینه. چی میخوای بگی؟ هیچی، فقط میخواستم بگم تو توی این محل همیشه با آبرو زندگی کردی، نظر حرمتت از بین بره. مقصود؟ مقصودم اینه که مواظب گربه های همسایه باش، تو مادر جوونه. اسم مادر منو نگار، زنازاده این ناکس. خیلی خوب، اسمشو نمیارم، یخمو ول کن. زورت به خر نمیرسه پالونو میچسبی؟ پوست بکن حرفتو. برو از ننت بپرس تو این مدت که نبودی چجوری فاسف جفت و تاق میگرفت. خیال میکنی الان کجاست؟ ها؟ برو خونه مرتضا ببین کی داره نفسشو میخوره. سب کن، من میدونم که تو کجات میسوزه. همه این حرفا باز خاطر یه چیز دیگه است.
وایده خودت میدونی که آفتابان جرأت نداره تو خونه ما سرکشی کنه. شطور سواری که دولا دولا نمیشه. خودتو درست کن مرد. تو با این کارات آبروی همه بچه‌های محل رو ریختی تو وادی استفراغ. رفت کارش. کدوم بچه‌های محل؟ اونایی که یه شکم از صغیر میزنن و ده جیب از یتیم، یا اونایی که لای هفت جرز خونشون تا یک کیلو پارو کردن؟ فوش نره آق مصطفی. اینا که گفتم حرف من نیست، همه اهل محل میگن. همین حبیب آقا دیده که چجوری بیبید واسه سید مرتضی او را اطفار میومده. بسام ببینم کجاست. تو اونا رو دیدی؟ دیدی؟ آره دیدم. نه ندیدی. چرا؟ دیدم. با این چشای کور شده خودم دیدم. الانم تو خونه اونه. با طرف بهش گفت آبکش به چاپگیر میگه هفت سلاخ داری، اما یارو بهش گفت نه پسر شد واسه گذروندن کارت باید هفت اسم اعظم و اکبر باشه. اسم اعظم دیگه چیه؟ پول، پلو، پارتی، پررویی، پرگویی، پردلی، پرده دری. با این هفت اسم از هفت خور رستم کرد شد. چه بامزی. اما راست گفتی با تو این دور زمان آدم باید یا مشت داشته باشه یا پشت. آفرین. خب دیگه من میرم. صبر کن، صبر کن، منم باهات میام. میخوام یه سری به گاوداری بزنم. نوزتو برم. شرمتو برم. بعد از عروسی دیگه خیالمون راحت میشیم ایشالله. چی میبینم؟ مذهب تو شکر. برو خونه مرتضی ببین کی داره نفسشو میخوره.
کجا بودی مادر جون؟ دستات چرا خونیه؟ بازم دعوا کردی؟ مادر جون خیلی منتظرت شدم. خود جان خود جان منتظرم شدی. خب معلومه تو خونه. اما من اومدم خونه نبودی. خب دلم شور افتاد اومدم دنبالت. کجا؟ کجا؟ خب خونه یاسد مرتضی. از مردم یه حرفایی شنفتم. از کی؟ از مردم. راجب کی؟ راجب والده آق مصطفی. که چی؟ این چند روزی که من نبودم تو چی کار میکردی؟ چی کار میکردم؟ خون میخوردم و گریه میکردم. مصطفی جون چرا مادرتو اذیت میکنی؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ آخه مگه چی شده؟ با کی دعوا کردی؟ چرا خلقت تنگ؟ برم کن! کسی از قلم نیفته. همه گه اهل محل باید واسه عروسی دعوت بشن. فهمیدی؟ باشه اوستشون. ببین این مشهی دارم بگم بیاد. گناه داره. پارتی بازی نکن ولی بگو بیاد. ببین اوستا میگم که این علی آبوزی گناه داره. اونم بگم بیاد. نفهمیدم. تو دیگه آدم حسابی سراغ نداری؟ آدم حسابیه به جون اوستا. آدم حسابیه با سواده تا شیش بلده بشموره. ببینم بگم بیاده. پس آدم حسابی ها؟ آره بابا تا شیش گفتم میتونه بشموره. خیلی خوب میگم خجالت نکشی ها. تمام فک فامیل تو خبر کن بیا. باشه من میرم یه سری با آقا مصطفی بزنم و برگرم. راستی آقا مصطفی هم خبر کنیم یا نه؟ الله اکبر میگم که بزنم. آخه اون که خودش داماد کر باز بی بطه. راست میگه آقا مصطفی داماده از اصلا خیدش بسنده. آسد مرتضی چی شده؟ اینجا آمده چی کار؟ آسد مرتضی دستم به دومنت. مصطفی دیوونه شده. چطور مکه؟ والا اومد خونه دیدم تمام دست و بالش خونیه. گمونم باز دعوا شده باشه. یه خود با من بد اخلاقی کرد و باز دوباره با غضب از خونه رفت بیرون. یعنی کجا رفته؟ نمیدونم آسد مرتضی. یه کاری بکن. نکنه دوباره کار دست خودش بده. نه طوری نیست. طوری نیست. تو برو خونه. خوب نیست اینجا باشی. من خودم میرم پیداش میکنم. دلم شور میزنه. نه شور نزنه. برو تو کاریت نباشه. برو اینجا وای نستا. برو ببینم. یعنی چه؟ عشق بلبلو بزن روشن شو. نشعه عرق پرده یه حیا رو کنار میزنه. آدم میتونه صفره دلشو بیش رفقش واقع کنه. قربون دست روشن رو بسکر برو ممنون روش جونه. ما رفیقتیم. هیچ وقت ولی تو رو نمیخوام. باور کن آقانوم همیشه هوای رفقاشو داشته. من نمیتونم باور کنم. آخه چرا؟ چرا باید اینطوری بشه؟ هیچ کسی واسه تقصیر نداره الا سید مرتضی. با آدم هم اینقدر نالوکی میشه. تو روی آدم قربون صدقه یه آدم میرم اما پشت سر آدم تو نمیری اینه هم گربه کوره دست دل دوزی دراز بکنم. موسیقی
تمومش کن. مطرب خفشه، دیگه صدای سازش در نیاد. بلند شی یالا. وقتی پای ناموس وسط تیغ حلاله. مگه نمیبینیم مجلس تعطیل شده؟ پاشین دیگه. سلام علیکم. را تو بکش برو، بوی سفید آبت کافم کرد. چش برو. نوکر شما. همه جا رو دنبالت گشتم، چند دفعه بهت بگم این اراسل هم پاره کیه تو نیستم. موضوع چیه؟ بیبیت خیلی دلواپست بود. زمونه عوض شده پسر، دیگه قدار حکمی نمی کنه. میخوام باهات حرف بزنم. گوشم با توه، حرف تو بزن. اینجا نه. بس کجا؟ بیرون. لچک بسر، تو تنها کسی هستی که تونستی این حرف رو به من بزنی. اما دیگه نگو. دورت گام کن از این محل، برو. من نمیخوام دست رو تو بلند کنم بسر. نمیخوای؟ نمیتونی؟ جرعتشو نداری، خافیتشو نداری. آخه بعد مصب لب تر کن ببینم موضوع چیه. خودت بهتر میدونی. چی رو بهتر میدونم؟ من یه اون با آبرو توی این محل زندگی کردم. خیال ندارم یه ناقلندر یه ها را برسه و منو عینه و پیشاب بریزه تو آبریزگاه. اون وقت مرگ برام شربته. تو اشتباه میکنی پسر جون. نه اشتباه نمیکنم. تو هنوز خامی. حالا دیگه پخته شدم، واسه همینه که چشم دیدن تو رو ندارم. باشه، هر جور که میلته. میلمه که دیگه چشم به چشت نیفته. اما من خیار دارم عروسی تو را بندازم بعد مرخص بشم. خوابشو ببینی. من خوش ندارم چش ناپاک تو عروسیم باشه. خوبه از غیرتت خوشم اومد. اگه منم یه پسر داشتم حتما عین تو میشد. اما به مولا قسم که من چشم ناپاک به ناموز کسی نداشتم و ندارم. لچه موره نکن، همین که گفتم. اگه دوباره ببینمت هر دوتونو میکشم. کنهای بیغیرتی با سر من خیلی کشاده. پدر سوخته عجب دست سنگینی داره. الهی مادر قربونت بره، نکنه چیز خورت کردن. این کارا چیه میکنی؟ آسد مرتضی این همه خرج کرده، سور و سات جور کرده، خدا رو خوش نمیاد. همین که گفتم، من میخوام زن بگیرم، دلم هم میخواد عروسیم تو خونه خودم باشه. آسد مرتضی چی؟ جواب اونو چی بدم ها؟ جواب اون با من. از کی تو مرتضی باید کارا رو راست ریز کنه؟ این حرفا چیه مادر؟ خودت گفتی آسد مرتضی پادر میونه کرده که این کارو واسه درست کنه. آره من گفتم. اما کاشکی از اول میدونستم چه خیاری تو کلش داره. کی؟ سیه؟ اینقدر اسم اونو نیار. چرا؟
آخه مگه چی شده؟ اگه یه دفعه دیگه پات رو از خونه بذاری بیرون نفستو میگیرم. سنگین بیای که آب روی من حفظ بشه. فهمیدی بابا؟ دارم حفظش میکنم. سنگین بیا، سنگین. شله، خیلی شله. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، بیا. سنگین. اوه، تو یواش برو برو بذاره اینجا. برو خودم خیلی شله. مبارک باشی پسرم. قربون تو برم مادر. تا چرا آسید مرتضی نیومد؟ بیبی جون دیگه اسم آسید مرتضی رو نیاورد. میگم چرا اینجوری شد؟ مگه قرار نبود عروسی آقا مصطفی اینجا باشه ها؟ چرا قرار بود؟ اما نشد. یعنی دلش نخواست. حالا من جواب علی آوازی و داره دستشو چی بدم؟ آقا واسه شون کارت فرستادم. آبروشون تو محل میره. همه اهل محل قضیه دعوای شما و آقا مصطفی رو شنیدن. شنفتم که میگن سید مرتضی دیگه تکوتش بر نمیداره. عوضش آقا مصطفی اسمی شده. خب آقا مصطفی جوونه، زور تو بازوشه. اما من دیگه پیر شدم. نه اوسا، شرط میبندم که هیچ کس نتونه جلو شما قد علم بکنه. آقای سعد. جون آقای سعد. تا حالا شده مهره یکی به دلت بشینه اون وقت با سعد گربه برخصونه؟ نه، من از رقص بخص خوشم نمیادش.
نه نه منظورم اینه که چطوری بهت بگم تو چند سالته؟ ها؟ والا خودم هم نمیدونم حساب سال ما عدستم در رفت خوش با حالت بسار خب دیگه من میرم بخوابم کاریه؟ نه بسار جم برو بخواب اوزا شما هم بیا بگی بخواب که صبح زود باست بریم گاو داری خیلی کار داریم اوزا جم باشه باشه اوسا یعنی آقا مصطفی حالا داره عروسی میکنه آره؟ آره خیلی خوب به ما چه؟ ما که جلو علی آبوزی و دار دستش کنف شدیم بذار بشیم علی الرحمن الرحیم عروض خانم آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای سید مصطفی خان درآورم تکرار میکنم عروض خانم آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای سید مصطفی خان درآورم برای سومین بار تکرار میکنم عروض خانم آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای سید مصطفی خان درآورم بله مبارکت یار محترم مشهریش معروف که میگن شب زفاف کمک صبح پادشاهی نی به شرط آن که پسر را پدر کند داما باری کل فیروز حرفای گونده گونده میزنی حالا بیا اونبال من بیا باز بچه باشم دنباله تو سید مرتضی خالیه کجاست؟ والا منم مثل شما بیخبرم آخه چطور یه مرتبه همه چیز عوض شده؟ چه عرض کنم؟ یعنی
یعنی شما قضیه دعوای آقا مصطفی رو با سید مرتضی نمیدونید؟ دعوا؟ چه دعوایی؟ والا قضیهش مفصله، امشب تو جایی حرفا نیست. یعنی کجا میخوای بری؟ والا دلم شور میزنه، باید برم از سید مرتضی خبر بگیرم. به به، خانم کجا تشریف میبرن؟ مگه شماها داروغه ای؟ به شماها چی؟ آخه ما نزدیکتریم. هرچی باشه آدم باز دل بچه محل داره اول به دست بیاره، بعد بره فاسق جفت و تاب میگیره. بارون دهنه کار دارده یعنی گمشین کسافتا، وگرنه الان مصطفی رو صدا میکنم پدرتونو دراره. فهمیدین چی گفت بچه؟ یا با ما میای یا همین الان سکتایی جا پولتو کنم. برمه دستمو بلکن کسافت گمش. آی مصطفی از بیبیت بپرس شب عروسی تو نزدیک خونه سگه چی کار میکرد؟ چرا اینجوری شد؟ دروغ میگه، دروغ میگه، سید مصطفی به جدت دروغ میگه. شاید که دلیلها دروغ میکن. من که از کسی ترس و واهمه ای ندارم. غلام چی داری میگی؟ برو درواسی، ما توی محل یه عمره با آبرو زندگی کردیم. مرد در لونه کفتر تو به من تا نره جاره پنجای گربه. آی نامرد چه بردی گلاله یه تصیف تو؟ کار خودت کردی آره؟ به قبله ی حاجات من نمک به حرومی نکردم آقا مصطفی. دیگه میخواستی چی کار کنی؟ رسوایی از این بالاتر؟ به جدت راست میگم، اونا میخواد زندگی ما رو به هم بزنن. تو از سر خوردم اگه چشم بهش بیفته بکشمش. میخوای چی کار کنی؟ اول تو میکشم بعدم تو مادر حرزم. نه این کارو نکن، به پدرت کاری نداشته باش. پدرم؟ از اون پدر منم شده؟ اون پدرت بود، پدر گم شدت. با این حرفو نمیتونی کلای شهر سر این موضوع بذاری. بپا کنار. نه سید مصطفی، به فاطمه زهرا هیچ کلایی نیست. اون پدرته، سید مرتضی پدرته. باور نمی کنم، نمیتونم باور کنم. ببین من مدرک دارم. چه مدرکی؟ صبر کن بیارم. بیا نگاه کن، این قباله عقدمونه. اون پدرت آسد مصطفی. یعنی؟ آره، ما میخواستیم بعد از عروسی بهت بگیم. باش برگاه شاه.
شکر جراش من نمیدونستم تو خیلی بزرگی، خیلی بزرگی. من یا منو ببخش یا با این تیغه قلبمو پاره کن. بگیر، نزار بیشتر از این سلم بگیشم. بگیر، راحتم کن، راحتم کن. یه دفعه بهت گفتم که دیگه تیغ حکمی نمی کنه. بچه نشو بسیم، تو سوی چشمه. واسه پرتزا به من بگو پدر. پدر خدا رو شکر. Ha 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 ha